باید واسه خاله چایی درست کنه. خود درست کن، مگه من مانعت شدم؟ تو برو بیرون تا درست کنه. اون وقت اگه نرم چی؟ منم هولت میدم و بیرونت میکنم. اگه میخواستی هول بدی پس چرا برگردوندی؟ واسه امتحانات آماده یاره؟ دو سه تا اشتباه داری. فقط یه بار بهم بگو تو منو دوست داری؟ نه خیر. تو چشام نگاه کن و بگو منو دوستم داری؟ نه. دروغ نگو گوری، راستشو بگو منو دوست داری؟ بیلو دستمو ول کن، ولم کن وگرنه جیغ میزنم. من از کسی نمیترسم، جیغ بزن. فقط یه بار بهم راستشو بگو منو دوست داری مگه نه؟ بیلو دستم درد گرفت، ول کن. بذار درد بگیره. تو با من چیکار کردی؟ قلبمو تیکه تیکه کردی و با خودت میگردونی. میلو الان یه نفر میاد دستمو ول کن. نمی کنم، به جون تو قسم میخورم تا ابد ولت نمی کنم. میلو دستشو ول کن. عشق ته آتش دومه این برابر. کیو 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 کیو. بس دیگه پسر، از اینجا برو. تا وقتی نمردی من از اینجا نمیرم. کیو کیو کیو. مرد، حالا از اینجا برو، از جلو چشم برو دیگه. کیو کیو کیو. امروزم تو رو بوسیده. آره برو بابا، ببین منو. تو هم به چی چیزا فکر میکنی؟ ندیدی چجوری جلوی خاله تحقیرم کرد ها؟ خب تقصیر تو چیه این وسط؟ داره از هم انتقام میگیره، انتقام روزایی که به خاطر من از خاله کتک میخورد. داره انتقام اون کتک رو از هم میگیره. اون کاری کرد که دیگه نمیتونیم بریم سر کلاس. حالا کجا درس بخونی؟ همونطوری ازم عشق میخواد که تو بچگی از بابازی ها موازم میخواست. گلی منو ببین، تو واقعا اونو دوست نداری؟ تو اونو دوست داری مگه نه؟ نه خیر. راستشو بگو، تو اونو دوست داری درسته؟ من از قیافشم متنفرم. اینجا چه خبره؟ این دختر واسه چی داره گریه میکنه؟ زنمو خاله مهرنگار اینو دعوا کرده، امتحانشو بعد داده. باشه دیگه تمومش کن، چشمات پف میکنه. دست و روتو بشور و حاضر شو، شب خواستگار میاد ببینتت. وای خدای این پسر دیوونم کرد با اسباب بازیش. میرو میرو. بفرما. همه چی تموم شد، هم درس و هم داستان عاشقانه. حالا واسه ازدواجت حاضر شو. عشق ته آتش دومه این برابر سرا عشق داتا چنگیرا. عشق ته آتش. بفرمایید داخل، همه منتظر شما. بیا بیا زندگی، بیا بیا بیا. این که خیلی جذاب شده دختر. قبلا خیلی درب و داغون بود، الان از بیلو هم جذاب تر شده. اون بیلو عشقشو بفرست به درک. برو حاضر شو، آینده اصلیتون آصف زرگره. داری عروس طلا فروش میشی دختر، غرق طلا میشی. ها
همه چی بد پیش میره، این بازار کار هم ثابت نیست. والا همه جا همین جوریه. از یه طرف هم این تظاهرات و تعطیلیا همه چیزو به هم ریخت. آره کاملا درست فرمودین. این از راهنمایی جناب شیخی که هنوز ضرر نکردی. گلسو از اونجا شروع کن. دخترم ماشالله داره لیسانسشو میگیره، شاگرد اول کلاسشم هست، ادبیاتشم خیلی خوبه، شعرم خیلی خوب میخونه. از هنراش نگم براتون، خیلی باهوشه. بیا بشین دخترم. بیلو دست ما ول کن. ول نمی کنم. بگو. گرش از اینجا. از اینجا برو. اینجوری نمیرم. انتقاممو میگیرم و میرم. برای چی صورتتو پوشوندی؟ تو رو خدا این چشمای خوشگل رو نگاه. چرا اینا رو میپوشونی ها؟ من یه دعای دیگه هم میخوام، برای تو میخوام. برای من چرا؟ چون که من میخوام تو بیایی به این خونه، اونم برای همیشه. داداش بلال، شما این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ دارم برمیگردم. برو بهش بگو دیگه نیازی نیست برای من دعا بیاری. ای بابا این نقابو بکش پایین. مگه تو چی داری؟ که به جز تو نمیتونم کسی رو ببینم. فکر کنم واقعا دعا اثرشو گذاشته. باید یه دونه دیگه برات بیارم. اما اون وقت دعا نبود. روزایی که اون پسری رو کتک میزدم که باهات دوست میشد. وقتی که عمدن اذیتت میکردم تا تو عصبانی بشی و موهای منو بکشی. وقتی که اسباب بازیتو میگرفتم و فرار میکردم تا تو با عصبانیت دنبال من بود. منو مامان تو از اینجا فراریم داد. نمیذاش تو رو ببینم. میدونی من بیشتر از مامانم دلتنگ تو بودم. تو خوابای من میومدی و مدام منو صدا میکردی. هر شب تو خوابم بودی. واقعا انتظار داری که من اینجا چیکار کنم؟ وقتی که پیش من نیستی، وقتی که من تنهام. بیلو به مامانت فکر کن، اون اذیت و من که اذیت میشم اونو چی کار کنم؟ بیلو ما نمیتونیم همو ببینیم. خدا میدونه که نمیتونیم ازدواج کنیم هر چقدرم که با ظاهر موجه بیای. به من بگو چرا.
خودت میدونی که چرا نمیشه. من دارم از تو میپرسم، فقط بهم بگو منو دوست داری؟ یک کلام بگو آره یا نه. موافقت باید کسی رو دوست داشته باشی که باهاش ازدواج میکنی. تو فقط یه بار بگو، بقیهش رو بسپر به من. من به خاطر تو با هر کسی میجنگم. میلو من عروسک نیستم که منو بدزدی و فرار کنی. نه، من تو رو از کسی نمیدزدم. خودم رو به مامان بابا تسلیم میکنم، درست مثل داداش هارونت غلامشون میشم. پیش اون شیختون و هر کسی که فکرشو میکنی سرخم میکنم. فقط یه بار بله رو بگو. دیشب باسم خواستگار اومد، فکر کنم تموم شد. همه خانواده قبولش داره. تو چی؟ من چی بیلو؟ من با کسی ازدواج میکنم که مامان بابام تاییدش کنه. خب پس چرا من اینجا نگه داشتی؟ بیلو مامان چه گناهی کرده ها؟ اگه این بار تو بری اون واقعا میمیره. اگه اینجا بمونم من میمیرم. پس زودتر برو، برو و بمیر. اون کجا رفت؟ تو 2 دقیقه فرستادیش دنبال نخودسیا؟ اون رفت. چرا؟ چی شده؟ هیچی. اگه میخواست اینقدر زود بره چرا خرج منو زیاد کرد؟ پیتزای گرون واسه اون بیشور سفارش دادم. مگه قبلن به حرفم گوش دادی؟ که الان گوش بده. پس درسته، اگه میره بذار بره. به تو چه؟ خاله چی میشه ها؟ اون بدون پسرش میمیره. ببین، تو به فکر خودت باش. تو زنده میمونی یا نه؟ من باید به حرف مامانم گوش میدادم. بعد از اومدن بیلو نباید به اون خونه میرفتن. حالا تو به حرف من گوش کن. اون هیچ جایی نمیره. الکی داره تهدیدت میکنه ها؟ اگه واقعا رفت چی؟ خب؟ نمیدونم باید چی کار کنم. تو هم سهم پیتزاشو بخور. فقط همین کارو میتونی بکنی. باور کن. تو چقدر پول پیشته؟ 2000 که پول قضا شده و انگه 2-3 هزار دیگه یکم پیشم مونده. هاره منم حدودا 3000 تا دارم. نکنه نقشه داری باهاش فرار کنی دختر؟ ببین منو، اگه میخوای این کار انجام بدی پس این پول واقعا خیلی کمه. با 5-6 هزار میشه یه هدیه خوب گرفت نه؟ میخوای بهش هدیه هم بدی؟ میریم پیش هاش خانم. ایمان داشتن از همه چی مهمتره. اگه ایمان داشته باشی خدا همیشه همراهت هست. سبحان الله، سبحان الله، بدون شک. خب هارون، چی شده که اومدی؟ جناب شیخ، به دعای شما نیاز دارم. کارا خوب پیش میره؟ از برکت شما همه چی خوب پیش میره آقا. بعد از گذشتن نیمه ماه وقت خوبی واسه فروشه.
هرچی میخواین بفروشین، اسم خدا رو بگیرین و بعد بفروشین. هرچی هم بفهمه چیخ. چیز دیگه ای هم هست؟ جناب شیخ، میخواستم یه استخاره بگیرین. اون دختردایی بزرگم که هست واسش خواستگار اومده، پس اجازه شما رو میخواستیم. کی دنبال استخاره خودت میای هارون؟ جناب شیخ، هر وقت قسمتم باشه. اون زنا هستن که منتظر قسمتشونن. تو که ماشالله مردی هستی. جناب شیخ، شما دعا کنی من دستم بند بشه. خب از خودت بگو، اصلا از کسی خوشت اومده؟ نه خیلی جناب شیخ، اصلا فرصتش پیش نیومده. کارای خونه، کارای مغازه، کارای اهل محل و بعدشم به زیارت شما میام و همه وقتم رو تو درگاه شما میگذرونم. درسته، خداوند ازت راضی و خوشنود باشه، ولی داییت هم خیلی نگران ازدواج توه هارون. واقعا اینطوری؟ آره، اون میگفت که دیگه الان وقت ازدواج هارون رسیده. این برا اون برا ببین، اگه کسی رو پسندیدی به هم خبر بده. حاج آقا، من هرچی این شما بگید و قبول میکنم. شما هر کسی رو که برای من انتخاب کنین من چشم بسته اونو قبول میکنم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خداوند تقدیرت خوب کنه. آمین، آمین. پاشو برو. گلی جلو رو تو ببین کی داره میاد. وای خدا، دیگه کارمون تمومه. شناختمون، اون ما رو شناخت. نه نشناخت. اگه از من چیزی بپرسه من واقعیت رو میگم. گفتم که رفت آروم باش. بهت گفتم، گفتم امروز نرو، نرو. امروز روز جمعه است، داداش هارون میاد اینجا. بهت گفته بودم نرو. الان چیو داری میبینی هان؟ یالا بریم. میگم بیا بریم دیگه. میخوای اون دوتا دایشم بیان اینجا ما رو بکشن؟ آره. میخوای بابا من منو بکشه، درسته؟ بیا از اینجا بریم. داری به چی فکر میکنی؟ بیلو بره به جهنم، بمیره یا سنده میمونه به ما چه؟ بفرمایید داخل، حاج خانم منتظرتونه. نه نه نه، ما یه روز دیگه میای. لطفاً تشریف بیارید داخل. بله بله، ما داریم میایم داخل. بیا دیگه. خیلی خوب. من خودم برای شیخ غذا درست میکنم. چند تا پرنده شکار کرده بود، دارم واسش دیزی درست میکنم. من فکر کردم تا بخواد کارم تموم بشه شما دوتا فرار میکنی. دوباره بی خبر اومدین نه؟ آشپزی میکنی؟ بله، بعضی وقتها آشپزی میکنم. خوبه. و تو؟ تو هم یاد بگیر. این هنر در کنار درس خوندن خیلی برای دخترها مهمه. بالاخره قلب مردا تو شکمشونه نه؟ اگه همه این کار رو خودت انجام ندی پس دست بختت خوشمزه نمیشه. اینو یادت باشه. حالا بگو چی شده که اومدی؟ راستش اینو برای شما آوردی.
که اینطور. پس اومدی اینو بیاری؟ بپرس، چی میخوای بپرسی؟ نترس دختر. راستش حاج خانم، اون دعا زیادی روم پسر اثر گذاشته. چرا؟ دیگه حتی از خونه بیرون نمیاد؟ نه خیر، شما گفته بودین که اگه دعا رو به اسم خودم بگیرم راستش اون از وقتی اومده گیر داده به من و حالا هم میخواد بازم مامانشو ول کنه و بره. چرا؟ چه جوری بگم؟ موضوع اینه که حاج خانوم پسر عاشق این شده. حاج خانوم خب از حاج خانوم که نمیشه چیزی رو پنهون کرد. واقعیت رو بهشون بگو دیگه، مگه نه حاج خانوم؟ حالا لطفاً شما بگید من باید چی کار کنم؟ اول از همه جزئیاتش رو به هم بگو. شما که خودتون همه چی رو بهتر میدونی، من چی رو بهتون بگم؟ تو فکر کن من هیچی رو نمیدونم. شما فکر کنین اون پسر فقط به خاطر این از اونجا برگشته؟ روز اول همین که اومد دستشو گرفت و بعدیش هم دستشو. تو برو و واسه این شربت خنک بیار. حالا راحت حرف بزنی؟ من بیشتر از تو اون دختر رو دوست دارم، بیشتر از تو دلم براش تنگ شده، ولی چی کار میتونم بکنم؟ اینجا عشق معیار هیچ چیزی نیست. اگرم باشه بازم برای اونا فرقی نداره. ما همسایه ی دیوار به دیواریم، ولی دلامون خیلی از هم فاصله داره. قوم، دوستی، قبیله، تفاوت اعتقادات. اگه تو واقعا اونو دوست داری پس دیگه هیچ وقت بهش فکر نکن، چون اگه حتی فکرت هم به اون خونه برسه واسه یه اون دختر خیلی بد میشه. من به این نتیجه رسیدم که از اینجا برم به یه جای دور. باشه، اما این دفعه دیگه تنها نمیری، چون منم باهات میام. میشه لطفا شما یه دعایی بدین که عشق اون تموم بشه؟ عشق که هدیه ی خداست، دعا نمیتونه مانیگه اون بشه. و اگه عشق با دعا تموم میشد پس همه ی پیوندها از بین میرفت، هیچ خونه ای نجات پیدا نمیکرد، چون اینجا مردم دنبال دعای نفرت هستن.
برای تموم کردن عشق باید عمل داشته باشی. اگه اون عاشقت باشه پس هیچ دعایی نمیتونه مانعش بشه. اونم به خاطر دعا عاشق تو نشده دخترم. ولی آخه اگه اون پسر بره مامانش از دست میره. و تو؟ تو هیچیت نمیشه. از من چیزی رو پنهون نکن. من همه چیو میتونم. اول از ته دلت اومدی دعا بگیری، بعدش اومدی تشکر کنی و امروزم نگران جلو روم نشستی. عشق مثل این عطر میمونه، یه ذره بزنی کار تمومه. ولی آخه ازدواج ما اصلا ممکن نیست. چرا؟ چون خانواده ما به غریبه ها دختر نمیدن. خانواده ما از مامانش خیلی متنفرن، حتی نمیذارن واسه درس خوندن بریم خونشون. مامان اون مثل مامان من نیست. اون نمازشو یه گوشه میخونه بی سر و صدا صدقه میده و به جای دعا گرفتن از یه روحانی خودش جلوی خدای خودش دستشو دراز میکنه و از همه مهمتر بزرگترین عیبش اینه که از شوهرش طلاق گرفته. بگیر اینو از طرف من نگه دار. اما خانم ما اینو برای شما آورده بودی و منم دارم بهت میدم. حتما ازش خوشتون نیومده. نه خیر، من فقط همون چیزی رو هدیه میدم که برای خودم میپسندم. پس ما بریم حاج خانوم؟ آره شما برید، منم برم به غذام سر بزنم. مینو، اما خانم که هیچی به ما ندادن. یه عطر به این خوبی داده، دیگه چی میخوای؟ بریم بریم. رابه، دخترها هنوز نیومدن. از وقتی این پسرتون خونه اومده اینا همش دیر میان. دو سه روزه که اصلا کلاس نمیرن، گفتن که انگار خاله کلاس رو تعطیل کرده، دیگه تو خونه درس میخونن. من که نگران مینو هستم. دیدی که چقدر این دختر سر به هواست. زنده داشت دیگه، اینجوری هم نیست. تو خونه گلسوم هم رفتاری برچگانه ای داره. ای بابا، من که فرق نمیذارم بینشون. واسه من همون جور که گلسومه مینو هم هست، هر دوتاشون یکیه. اون به اشاره های گلسوم میرقصه، اون هرچی میگه اونم همون کارو میکنه. خدا نکنه فردا روزی اتفاقی بیفته، وگرنه چه گلسوم چه مینو بدنامی دامن هممونو میگیره. باشه، بذارین مینو بیاد، من دیگه رفتنشو قدغن میکنم. اون دیگه با گلسوم از این خونه بیرون نمیره. وای، چرا بهت بر میخوره؟ من که همچین حرفی نزدم، هر دوتاشون برام یکی هن. نه خیر زنده داشت، فردا روز خدایی نکرده یه چیزی بشه همه یه تقصیرها گردن دختر من میافته. سلام علیکم.
علیک السلام. منم میخواستم بیام خونه شما. که اینطور، امروز من اومدم. حلیم درست کرده بودم، دخترها خیلی دوست دارن، فکر کردم برای اونام بیارم. دخترها دوست دارن؟ مگه خودشون کجا؟ چرا؟ مگه خونه نیومده؟ نه خیر، از خونه تو کی بیرون اومده؟ آهان، حتما پشت بوم دارن کار میکنن، چون من آشپزخونه بودم، داشتم حلیم درست میکردم، فکر کردم رفته. مگه چه کاری بهشون سپردی؟ خب بهشون تکلیف درسی دادم خواهر. باشه، تو بشین، من میرم صداشون بزنم. ای بابا، نگران نباش، طاهر الان میان. من بهشون تکلیف درسی دادم، باور کن دارن اونو انجام میدن. خب همونو میخوام برم ببینم که اونجا درس میخونن یا کار دیگه ای میکنن. منظور چیه؟ چه کار دیگه ای؟ آره آره، بذاری نشون برن خودشون ببینن که اونا چی کار یعنی میکنن. شما دوتا به من اعتماد ندارین، درسته؟ اگر اعتماد نداشتین پس چرا خونه تو میفرستادین؟ آره خب الان مشکل چی؟ الان تو خونه شما یه پسر جوانم هست. منم میومدم خونه شما برای قرآن خوندن پیش مادر شوهرت. اون زمان شوهرای شما هم سن پسر من بودن. موضوع این نیست، موضوع اینه که مادر پدرت نگرانت نبودن، کلن آزادت گذاشته بودن، اما ما خیلی نگرانیم و به فکر دخترامون. تو اینجوری نگو طاهره، خودت تو خونه ما بزرگ شدی. مامان بابای من بیشتر از مامان بابای خودت دوستت داشتن. دوست داشتن و نگران بودن خیلی با هم فرق داره. دوست داشتن آدمو خراب میکنه، ولی نگران بودن آدمو درست میکنه. اگه اونا نگران تو بودن امروز تنها نمیشدی. دیگه داری به هم بی احترامی میکنی. ببین، من نگران آبروی خودم هستم. منم میخواستم آبروتون رو حفظ کنم، اما الان مجبور شدم که بگم. دخترای شما خونه من نیستن. نه تنها امروز، بلکه سه روز خونه من نمیان. من خودم گفتم که نیان، اونم فقط به خاطر اینکه پسر جوونم برگشته خونه. اونا خونه شما نیستن؟ نه خیر. پس کجا رفتن؟ با مینو تماس گرفتی؟ آره، ولی جواب نمیده. ببین چه آهنگی هم گذاشته. وایسن داداش، اول بذار پیداشن، بعد می این چیزا گیر بده. مهرنگار، ببین واقعیتو بگو که اون دوتا کجا؟ طاهره، اگه به حرفم اعتماد نداری خودت برو خونمونو بگرد و ببین، اینجوری خیالتم راحت میشه. پس کجا رفتن؟ ممکنه رفته باشن دانشگاهشون، یا ممکنه با دوستاشون رفته باشن، یا اینکه توی محل خونه یکی دیگه رفته باشن. هر چیزی ممکنه. ولی اونا هیچ وقت بدون اطلاع از خونه جایی نمی رفتن. خب گفته بودن که میان خونه من، وگرنه شما بهشون اجازه نمی دادین که جای دیگه برن. آها، یعنی به بهونه خونه تو دخترها ممکنه بقیه جاها برن و بگردن؟ طاهره، تو به دخترت نه، ولی به خودت شک داری، به خون خودت. ببین مهرنگاه، اگه یه اتفاقی برای اونا بیفته من تو رو راحت نمیذارم. همینجا فرقشه طاهره، بین نگرانی تو و دوست داشتن من. اون مادرایی که با دختراشون دوست نیستن، پس دختراشون هم همینجوری بهشون دروغ میگن و از خونه میرن. این یعنی تو میدونی که اون دوتا دختر کجان، و برای همینم داری بهمون دروغ میگی. نه خیر طاهر، من به خاطر اونا نه، بلکه به خاطر تو دروغ میگه، که نکنه تو ایمان تو از دست بدی. تو داری انتقام چی از من میگیری؟ من دارم واقعیت خودتو بهت میگم. همه یه روز وقتی اسم خدا رو ذکر میکنی، حتی اندازه یه دونه یه تسبیح بهش اعتماد نداری، وگرنه الان داشتی دعا میکردی نه اینکه واویلا کنی.
این تسبیح رو دور بنداز و بهش اعتماد داشته باش. به خدا قسم دخترای تو صحیح و سلامت خونه میان. منم به همین اعتماد همیشه منتظر بودم و اون دوباره پسرمو به هم برگردوند. شما کجا بودی؟ دارم میپرسم، دروغ گفتین. کجا رفته بودین؟ خونه ی جناب شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. چطور شده؟ خوبه، خوشمزه است. یه خورده سوخته بود. حتما با یه سوختگی داره، نه؟ نه، کاملا خوبه. راستش من سرگرم حرف شدم. دخترها بازم اومده بودن. اون دوتا داداش رنگ رز که هستن، دخترای اونا بود. دیگه با اونا سرگرم شدم. یه دخترشون قرار ازدواج کنه، میخوان من استخارشونو بگیرم. گلسو؟ حبیب الله اون یکی دیگر رو دوست داره.